من فکر میکنم اولین کسی که ما باید باش رفیق باشیم میدونی کیه؟ میدونی حتما. من فکر میکنم خودمون. آفرین. چون چاپ خیلی باهوشه، یکی از فصل جزو بازیگری باهوش. ما استادای خوبی داشتیم. استادای خوبی داشتیم. اون احساسی که نسبت به خودت داری. اون یعنی صبح که از خواب بیدار میشی و مثل گل وا میشی و میری تو آینه، چی به خودت میگی؟ خودتو میبینی؟ آخه من گفتم خانم عجار قشنگه، خانم عجار اینجوری که اصلا به نظر نمیاد مثلا ایشون بتونن طنازی هم داشته باشن در گویششون، ولی او یه ریز طنزهایی دارن که خیلی جذابه، مختص خودش. واقعا ببین مثلا چی راجع به خودت فکر میکنی؟ چی به خودت میگی اونجا؟ مثلا وقتی که اگه به خودت بگی تو یه آدم استثنایی هستی، یه آدم قدرتمندی، شاید جامعه داره سعی میکنه این احساس از ما بگیره، ولی واقعیت اینه که ما خیلی توانمندیم. من خیلی جالب، میدونی شب من وقتی زبون باز کردم اولین کلمه‌ای که گفتم چی بود؟ حدس بزن. این خیلی سخته چون عمرن هیچ کی نمیتونه حدس بزنه. خدا. اولین کلمه که گفتم هواپیما. خیلی سخته برای بچه‌ای که میخواد زبون باز کنه. خیلی هم البته دور نبود، هر دو بالا. به خاطر اینم شاید برام جالب بود که یه چیزی داره تو آسمون پرواز میکنه، چون من حرف نمیزدم و مامان بابام خیلی نگران بودن که چرا من حرف نمیزنم، و یه روز مثلا خواهرم به من یه چیزی تو آسمون نشون میده و من میگم هواپا. هواپا؟ هواپا، نمیتونم بگم هواپیما. و هنوز که هنوزه وقتی من یه هواپیما تو آسمون میبینم خیلی احساس خوب میکنم، میگم ما آدمیزاد، انسان خردمند، هوموساپین ها، ما تونستیم هزاران تن آهن رو پرواز بدیم. شاید خیلی بعید باشه، یعنی وقتی شما فکر کنید هزار تن آهن داره پرواز میکنه تو آسمون و این قدرت فکر ماست که تونسته این کار رو انجام بده، پس نشون میده ما چه آدم قدرتمندی هستیم. شاید توی جامعه و توی، حالا منظورم ایران نیست، منظورم تو دنیا، شاید همش سعی کنن اینو از ما بخوان بگیرن، بخوان این قدرتمندی ما رو از ما بگیرن. به آینه که هر کدوممون نگاه کنیم واقعا چیزی جز یک معجزه نمیبینیم. خیلی چیزا تو طبیعت ما رو به حیرت وادار میکنه، یعنی میگیم وا این چیه، در حالی که پروردگار تنها باری که به خودش تبریک گفت و به اصطلاح گفت دمم گرم چه کردم انسان بود، چون دارای شعور و دارای قدرت تغییر بود. ما واقعا هر کدوم یه معجزه ایم، یعنی این باید این رو باور بکنیم که اصلا بی دلیل به دنیا نیومدیم و واقعا یه اومدیم یه برای اینکه تکمیل کنیم این آفرینش رو. دقیقاً. ببین این که میگن انسان اشرف مخلوقاته به این خاطر که مثلا من چند وقت پیش، هفته پیش فیلمی منتشر شد، خیلی فیلم زیباییه، نمیدونم دیدین یا نه، که توی آذربایجان یه روباهی تو چاله افتاده و یه جوون آذری برای این طناب میندازه و این روباه این طنابو میگیره میاد بالا از جایی که قطعاً مرده بود اگه اون انسان نبود. این جور جاست که من فکر میکنم که واقعا ما اشرف مخلوقاتیم. گرهی به دست ما باز میشه که به دست هیچ شاید حیوان دیگه باز نشه، هیچ جانور دیگه، جاندار دیگه. و من فکر میکنم در زندگی ما پشت زیستن هر کدوم از ما یک معنایی هست و تو این دنیا یک گرهی وجود داره که فقط به دست من باز میشه، فقط به دست تو باز میشه. درست مثل اون تاچایی که مثلا موبایله که فقط به انگشت دست شما اون حساسه و هیچ چیز دیگه اونو باز نمیکنه. و اون آدمی خوشبخته که اونو پیدا کنه که من رسالت زیستن من چیه، و آدمای موفقی که میبینی اونو پیدا کردن. برای همینه که میبینی این آدما یه شادمانی دارن چون خیالشون انگار راحته.